دادخواهان خاوران در بیانیه اعلام کردن اعتراض به دیوارکشی و نصب دوربین در این گورستان را از طریق یک کارزار بین‌المللی پیگیری خواهند کرد. آنها از جمهوری اسلامی خواستند دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد. نصب دوربین و اقدام به دیوارکشی در خاوران، محل دفن دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60، تنها چند هفته بعد از پایان جلسات دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در این اعدام‌ها صورت می‌گیرد. خاطره معینی از خانواده‌های کشتار 67 از اسلو با ما همراه میشه. خانم معینی، به نظر میرسه این تازه‌ترین واکنش حکومت هست به دادگاهی که در استکهلم سوئد برگزار میشه برای محاکمه آقای نوری. از شما بشنویم که کارزاری که خانواده‌ها رو انداختن چه حد اهدافی رو دنبال می‌کنه و فشارها به چه شکل بوده؟ بله، من سلام دارم به شما و تمامی بینندگان شما و در آغاز صحبتم میخوام تسلیت بگم به هموطنانم، به خصوص در شهر آبادان و حادثه متروپول. متاسفم که جمعی از اون خانواده ها هم به جمع خانواده ما دادخواهان پیوستن و این جای واقعا تأسف و غم داره برای ما. اما در رابطه با حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاد، خانواده‌ها دیروز رفته بودن به خاوران طبق معمول هر دفعه که جمعه ها می رفتن، اما با یک دیوارهایی مواجه شدن که دیوارهای سیمانی بتونی بود که اونها رو اونجا گذاشتن و یه بخشش رو در واقع گذاشته بودن و یک بخشش آماده گذاشتن بود که یک راهروی خیلی باریکی گذاشتن که بعداً گفتن که اونجا هم در میخوان بذارن. دوربین هایی رو نصب کردن که با ارتفاع خیلی بالا هست، که البته قابل ذکره که الان 4 دهه هست که ما اون رو به عنوان 4 دهه امید و مقاومت در خاوران همیشه میگیم این اتفاقات افتاده. یعنی هرگاه که خانواده ما در خاوران حضور پیدا کرده، با ضرب و شتم، با زیر و رو کردن خاک خاوران توسط بردوزل و یا اجازه دادن به هموطنان بهایی برای اینکه و فشار آوردن به اونا برای اینکه در واقع مردگان خودشون رو در اون قسمت دفن کنن، همواره این فشار روی ما بوده و این برای ما نیست. اما چیزی که کارزار ماست این دفعه دیگه پایان این قضیه است. ما با یک کارزار بین‌المللی وارد میشیم. اسنادی که ما داریم در دادگاه حمید نوری، اینها ثبت بین‌المللی شده. ما بر اساس این ثبت اسناد، این دادگاه حمید نوری دادگاه جمهوری اسلامی بود. اون لودگی ها، اون رفتار خشونت آمیز خود نوری، تمام اینا سمبل جمهوری اسلامی بود و اون دادگاه دادگاه جمهوری اسلامی بود. اسنادی که ما داریم بر اساس اونا ما یک کارزار بین‌المللی رو میندازیم. این در واقع قصدمون اینه که وکلای مجرب که در این رابطه کار کردن رو به کار بگیریم، از طریق کمیساریای حقوق بشر، میخوایم اقدام کنیم. مطمئن باشن که این هشدار میدیم تموم کنن این آزار و اذیت خانواده های ما. سپاسگزارم از شما. خاطره معینی از خانواده های دادخواه کشتار 67 از اسلو با ما همراه بودید.